امروز حوالی ساعت 4 عصر یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه هفتم امنیتی واقع پل آرتل کابل رخ داد. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که در این حمله انتحاری که هدف یک موتر نو 303 منصوبین اردوی ملی بود، 6 تن کشته و به شمول افراد ملکی 10 تن دیگر مجروح گردیدند. شاهدان عینی در محل به رادیو آزادی گفتند موتر که بالای آن حمله انتحاری صورت گرفته حریق گردیده و به علت این که کارمندان اطفایه دیرتر به محل حادثه رسیدند، اجساد کاملا سوخته و قابل شناسایی نبود. در محلات انتحاری نیمی صحنه در این موقعیت بودیم، آمدیم که می گرم بس کرد، ما رسیدم که آتش بلکنه میکنه. از هر کلکینش نفر بود دستایش همه ایدم، اگر چاره نداشتیم که فقط یک کشش کنیم. یک اتفایه در ساعت یک 45 دقیقه در یک ساعت یک اتفایه در بسته شعر ما در کنیم ساعت نرسیده او بده. این عملات انتحاری شد، ما همین سایه استاده بودیم، از موقع نانبایی می آمدیم این طرف، دیدیم که یک انفجاری آشنا شد دیگه. ما پیش سر سایه کنیم که مردم نیست دسترک هفته ده نیست پر لام دیگه. ما دویدیم یک چند تا را گرفتیم که کمکی چیزی که سر ما بود، ما کمکی را کردیم، کالایش را کشیدیم، در موتر شخصی انداختیم بریم شفاخانه دیگه. پس همونیم که دیگه تانوز اطفایه نرسیده. مردم میگه شکایت میکنه، به خاطر اطفایه شکایت میکنه که اطفایه دیر رسید. اگه اطفایه میرسید مردم جنازه را بیادر جنازه خواهد شناسایی میکرد میبرد، جنازه زیر شناخته نشده بیادر. سوخت بیخی مدر؟ سوخت، مکمل جنازه سوخته. 33 اردوی ملی بود، داخلش بیادر اکسی آسر دالت سوختن بود، ایش کسی که او را نجات بدا نتانشه. مسئولیت این عمله را طالبان پذیرفته است. قابل یادآوری است که امروز صبح در مربوطات حوزه پنجم امنیتی هم در یک عملی چریکی طالبان مسلح، رئیس دارالانشا ستر محکمه عتیق الله غفوری کشته شده است. همچنان روز پنجشنبه یک عملی انتحاری در منطقه ترخیل کابل که هدف آن هم موتر عامل افسران اردوی ملی بود، جان 5 کارمند اردوی ملی را گرفت.